ویدیو دکمه چیز اطلاعیش اومد میتونی شروع کنی. بله، مرسی. سلام بچه ها، وقتتون بخیر. علی حسارکی هستم، امروز تویچ استر 5 منه. توی این تویچ من میخوام کار با API ها رو بهتون توضیح بدم. خب اول یه توضیح بدم که میخوام امروز چیکار کنیم. میخوام یه پروژه بسازیم که اطلاعات هر کشوری رو که انتخاب کردیم به همون بده. حالا این اطلاعات شامل چی هست؟ چیه مثلا؟ مثل پرچمش، جمعیتش، زبانش، آب و هواش، موقعیتش روی گوگل مپ. چجوری باید این کار رو انجام بدیم؟ ببینید دو تا راه وجود داره. یه راه سخت وجود داره، اینکه برای همه کشورها بیایم این مقادیری که میخوایم مثل آب و هوا و واحد پولشون حالا یا پایتختاشون رو بیان کداشون رو یکی یکی وارد کنیم. این کار خیلی سخته. یه راه آسون هم وجود داره، اینه که از API استفاده کنیم. یه سری آدم قبلا رفتن این کار رو انجام دادن، بعد ما حالا ما میتونیم از کدهای اونا با یه کلیک کردن استفاده کنیم. به چی نیاز داریم توی این پروژه‌مون؟ به HTML نیاز داریم، به بوتستراپ نیاز داریم، به jQuery و یکم هم AJAX نیاز داریم. خب حالا بوتستراپ چی هست اصلا؟ بوتستراپ یک مجموعه ابزاره که شامل که هم برای HTML میشه استفاده کرد، هم CSS هم جاوا اسکریپت. رایگانه و سورس اوپن سورس، یعنی میتونیم ما اون تغییراتی انجام بدیم. بعد هنگامی که توسعه دهنده وب این فایل ها رو به صفحه متصل میکنه، تعداد زیادی کلاس آماده در اختیارش قرار میده. یعنی ما میخوایم در بوتستراپ تغییر انجام بدیم، یه کلاس های آماده وجود داره، این کلاس ها رو به اون تگ اون اضافه میکنیم. از بوتستراپ برای ایجاد طراحی وبسایت های رسپانسیو در زمان کم استفاده میشه. یعنی ما میخوایم خیلی سریع یک وبسایت آماده بسازیم که رسپانسیو باشه، از بوتستراپ استفاده میکنیم. به دو روش میشه بوتستراپ رو به پروژمون اضافه کنیم. یکی اینکه دانلودش کنیم و توی پوشه مد نظر بذاریم، بعد لینکش بدیم به HTML، یا میتونیم از طریق CDN استفاده کنیم. یعنی یه لینکی آماده داخل سایتش وجود داره، اونو کپی میکنیم تو قسمت هد HTML مون قرار میدیم. jQuery چیه؟ jQuery کتابخونه سبک وزن برای جاوا اسکریپت، با حجم کد کمتر بیشتر این کارو انجام میده. حالا خود شعارشون هم اینه: write less do more، یعنی کمتر کد بزن بیشتر کار کنه برات. بعد ابتدای همه کدهای جاوا اسکریپت jQuery هم با علامت دلار شروع میشه. بعد کداش هم واضح میشه حفظ کنیم. هر کدی رو که بخوایم و هر مطلبی رو که بخوایم توی سایت jQuery اگه بریم سرچ بزنیم، میتونیم اونجا به دستش بیاریم. حالا این مثالش رو با هم دیگه میبینیم. بعد لینک داخل سایتش رو میتونیم در قسمت هر کپی کنیم و به پروژه اضافه میشه، یا این هم دقیقا مثل بوتستراپ میتونیم فایلش رو دانلود کنیم و به پروژه‌مون اضافه کنیم. خب ایجکس چیه؟ ایجکس یک تکنیکیه جهت ساختن صفحات پویا و سریع. که ایجکس کارش چیه؟ میاد یک فرایندی رو برای ما بدونه که مثلا صفحه اضافه تر باز بشه یا اون صفحه دوباره ریلود بشه، داخل همون صفحه که هستیم اون کار رو برامون انجام میده. مثل حالا مثال راحتش رو بخوام بگم، مثل نتایج زنده مال فوتبال ها که هست، اونو وقتی یک تیم یه گل میزنه، همون لحظه دیگه سایتمون نیاز نیست رفرشش کنیم، همون لحظه توی همون اپی که هستیم این کار برای ما انجام میشه. حالا دستور کارش چجوریه؟ ایجکس یک رویدادی اول رخ میده، بعد یک فایلی به صورت XML HTTP request میشه به سمت سرور. حالا سرور میاد این فایل رو میخونه، بعد پاسخی که بهش میده رو دوباره از همون طریق اینترنت برمیگردون به مرورگر. بعد داده های بازگشت شده هم توسط جاوا اسکریپت پردازش داده میشن. در نهایت محتوای صفحه به روز رسانی میشه. این هم یه مثالی از ایجکس که داخل پروژه میتونیم استفاده کنیم. ببینید ایجکس یه URL داره. این URL شما آدرس سایتی که میخواین API ازش بردارین بهش وارد میکنین. بعد اگه بخواین دیتایی حالا یا دیتایی بخواین وارد کنیم داخل همون قرار میدین. بعد اگر فرایند ایجکس یعنی وصل شدنش به اون URL با موفقیت انجام بشه، یه پیغام ساکسس میفرسته. حالا اینجا مثلا گفته اگر پیغام ساکسس فرستاد، براشون این فانکشن رو انجام بده، این تابعه رو انجام بده. خب سایت هایی که لازم داریم، یه دونه رست کانتریزه
که میاد اطلاعات کشورها رو به ما میده، مثل جمعیتش، پرچمش و غیره. یه دونه دیگه داریم Open Weather Map، این برای اطلاعات آب و هوایی کشور رو استفاده میشه که این هم به صورت API در اختیار ما قرار میده. یه دونه هم که گوگل مپس رو داریم، میاد آدرس دقیق اون کشور رو و روی نقشه به ما نشون میده. خب حالا بریم سراغ پروژم. اول من میام این سایت هایی که میخواستم بهتون معرفی کنم. وقتی چین شما میتونید از طریق این لینکی که در فایل بود و دانلودش کنید، یه فایل زیپ اونو از حالا اکسترکتش کنید، بعد به فولدرتون اضافه کنید و از اونجا استفاده کنید، یا میتونید با همین کلیک کردن اینو کلیک کنید تو هدر سایتتون استفاده کنید. جکوئری هم دقیقاً همینطوری. اگه تو سایت جکوئری بیان ریلیزز jquery.com، اینجا آخرین جکوئری ها رو براتون میذاره. حالا من جکوئری CDN رو میخوام استفاده کنم، یعنی به صورت لینکی باشه. وقتی که بزنید روش یه لینکی بهتون میده، این لینک رو کپی میکنید و میتونید توی پروژهتون استفاده کنید. سایت بعدی ریس کانتریز. گفتم این سایت اطلاعات کشورها رو به ما میده. حالا این اطلاعات استفاده کنید. این پروفیل کنید و این هم تو سایتتون استفاده کنید. حالا چه جوری استفاده کردنش هم الان بهتون توضیح میدم. خب من سراغ جلسه هم برم. ببینید من دارم فایل دارم. ببینید جاوا اسکریپت. حالا جاوا اسکریپت رو اول به اگر به صورت دارد چی هم نمیدید باشه مرد نمونه میتونیم بگیم روشن باشه، تیره باشه یا اصید اونا هم به صورت آده وجود بودستن. حالا بودی سره با ما اگه خواستیم کداشو ببینیم میتونیم توی این سایت بیاییم. این سایت هم من حالا بعد از توی داخل کانال میذارم اگه خواستیم استفاده کنیم. تمام کدای آماده بوت استرپ اینجا داره. شما هر کدوم که خواستین میتونید انتخاب کنید. کد اسنیپرزشو که بزنید براتون کپی میشه. اینجا کامل به صورت اسپن و مشخص شده قرار میگیره، یا میتونید خود همون کلاسشو کپی کنید. حالا من مثلا نوار و نوار برند رو استفاده کردم. بعد توی قسمت بعدیش من اومدم یه نوار برند استفاده کردم. برند چیکار میکنه؟ یه دونه تکسی رو میتونید توی نوار قرار بدید. بزنید من پروژه‌مو باز کنم. اینجا مشخص میشه. اینجا ببینید این قسمت بالا میشه نوار ما. خب بعد این قسمتی که مثلا به رنگ زرد نوشته این میشه نوار بارم. بعد حالا من الان کدشو بیارم براتون باز واضح تر ببینید. الان نوار برندمون میشه کد زرد. بعد حالا ام بی یعنی مارجین باتم. مارجین رو با ام نشون میدیم، بی مثلا نماد پایین. مارجین باتنش 2 باشه. بعد به چه صورت باشه؟ به صورت H1 باشه. بعد تکس وارنینگ تکس که همون متن وارنینگ رنگامونه. ما هفت رنگ اصلی داریم. پرایمری مثلا میشه آبی،
ساکسس مثلا میشه سبز، دینجر مثلا میشه قرمز. کد ای رو به این صورت انجام دادم، این شد نوار. بعد تو قسمت اینفو دقیقا مثل همون نوار از بادم از بود سراب استفاده کردم، دیسپلیش رو فلکس دادم، دی فلکس یعنی دیسپلی فلکس. بعد حالا فلکس رو رب دادم، جاستی بای کانتنش رو بیتوین دادیم، بعد مارجین تاپش هم دوده. بعد دوران تو استایل لیگ هاش اگه بخواین استایل رو اضافه تر بدین که داخل مثلا بوت حساب وجود نداره، میتونی خودتون استایل باز کنید اونجا استایل بدین. من یه توضیح هم روی پروژه باز بهتون بدم. ببین این قسمت بالای ما کیم شد نبوا، خب این قسمت پایینیمون اینفو من میشه دو شامل دو ردیفه. ردیف بالا اسم کشور نوشته میشه، کالین کدشه یعنی شماره کدی که با اون قرار تماس بگیریم، مثلا مال ایران 98. بعد یه پرچم هم کنارش میاد، این توی جاوا اسکریپت اضافه میکنیم، وقتی API رو صدا بزنیم پرچم کنار این قرار میگیره. یه قسمت هم دارم برای کپیتال ویدیو، این برای آب و هوا. خب کدای بالا رو من هر کدوم شو 4 کالمه در نظر گرفتم، 3 تا 4 کالم شده که بشه 12 تا. پایینیمونم یه دونه 4 کالمه، یه دونه 8 کالمه در نظر گرفتم، یه دونهش آب و هوا نشون میده، یه دونهش نقشه اون کشور رو روی مپ نشون میده. بعد تو این قسمت اگه بیایم اینا رو من دقیقاً اول توضیح دادم که اسم کانتری مثلا نوشتیم، بعد تو هر کدوم بخشایی که داره مثلا پایتختش رو میخوام، منطقه جغرافیاییش، جمعیتش، زبانش، تایم زونش، اینا رو همه رو بهمون نمایش بده. این قسمت ما میشه. بعد قسمت بعدی هم کالین کوده، بهتون گفتم کالین کود میشه شماره تماسی که میخوایم بگیریم، پیش شماره اون کشور میشه. بعد فلگ هم که پرچم میشه. بعد همه اینا هم به صورت کاردی من نوشتن. کارت چیو میگن؟ کارت این نوارهای کنار هم قرار گرفتن رو میگن کارت. بعد حالا بریم سراغ جاوا اسکریپت. آخرش هم که اومدن جاوا اسکریپت رو بهش اد کرد. قسمت جاوا اسکریپتش اگه بریم، من صورت کامنت در بیارم، من بازش کنم میتونیم. ببین الان من اگه اوپن کلیک کنم روی این قسمت آپشن، برای من لیست همه کشورها رو میاره. این لیست همه کشورها توسط اون API که من توی جاوا اسکریپت بهش وصل کردم از طریق ایجکس برای من فراخوانیش میکنه. حالا مثلا کشور الان افغانستان رو بزنیم میاره کالین کدش مثلا 93، پرچمشون که پرچم جدیدش هم هست برده، و جمعیتش مثلا 40 میلیونه. این پایین هم آب و هوا شو بود که اون مثلا ابری، سرعت بادش 1.96. خب حالا جاوا اسکریپتش هم یه توضیح کلی بدم. ببینید اول از همه من اومدم از متد ردی استفاده کردم. متد ردی به این میگه که وقتی دام کامل و تمام کمال اجرا شد، بعد بیا صفحه منو لود کن و بیا سراغ فانکشن هایی که توی ردی نوشته شده. وقتی دام کامل لود میشه، بعد میایم سراغ گفتیم وقتی لازم دونیم که از جیکوئری استفاده کنیم، از دلار استفاده کنیم، دلار می نویسیم، بعد متد ایجکس رو صدا می زنیم. متد ایجکس هم باز توی مثالا بهتون گفتم یه دونه یو آر ال داره به اون سایتی که قراره وصل بشیم و ازش استفاده کنیم از ای پی آیش. بعد حالا می تونیم نوع دیتاش هم مشخص کنیم، من جیسون مشخص کردم، تایپش هم گت میشه. بعد گفتیم اگه این ارتباط ایجکس با این سایت موفق باشه یه پیام ساکسس میفرسته. بعد گفتیم اگه پیام ساکسس رو فرستاد، بیا این فانکشن رو برامون انجام بده. این فانکشن هم به چه صورت عمل میکنه؟ میاد لیست کشورها رو میگیره، دوتا مقایسه میکنه. اگه دیده باشین توی سایت لیست کشورها به ترتیب حروف الف و هر دوتا رو مقایسه میکنه، بعد اونا رو سورت میکنه. دات سورت هم میاد مرتبش میکنه به ترتیب حروف الف. این کار این فانکشن مو بعد از این کار نمید یک کاری انجام بدم. وقتی من کشوری رو تغییر میدم، این تغییرات من سیو بشه. مثلا من این کشور رو میخوام حالا مثلا به کشور مثلا آرژانتین تغییر. وقتی به این تغییر این تمام فعالیت هم و تغییراتش انجام میشه. برای این کار یه فانکشنی در نظر بگیریم و واسه همین میایم اول یه دالر میشیم نماد جیکوری، بعد میایم این آیدی که اینجا قرار داشته شو انتخاب سلیکتر فور میتونم که تغییر کرد، بیا این تابع رو انجام بده. تابع اونم چی میگه؟ میاد
همین متغیری که به صورت آیدی داده بودیم این دیسپین اشاره داره میاد مقدارش رو میگیره، بعد با مقدار جدیدی که اون کانتری که انتخاب کرده این جایگزین میکنه. اوکی بعد این حالا بعد بریم حالا ای پی آی رو کلا بگیریم و از طریق گفتیم ایجکس صداشو میزنیم، بعد حالا میخوام یه فانکشنی براش بنویسیم که بیاد تمام اون مقادیری که مثل جمعیت زبان تا نیاز داشتیم به هم بده. حالا میام یه تابع مینویسیم به اسم make country info یعنی اطلاعات کشورها، بعد توی اون توی هر قسمتی که توی HTML هم به صورت ID داده بودم اونا رو میام به این متصل میکنم، میگم به صورت دلار مینویسیم اول، بعد ID رو مینویسیم، بعد حالا میگیم فرمتش به صورت تکست باشه مثلا اسم اون کشور رو بنویسیم، بعدش native name میشه به زبان محلی مثلا اون کشور چجوری نوشته میشه خود آرژانتینی رو هم صورت می نویسن. حالا مثلا ایران رو بیاریم ایرانی باید بنویسیم. ایرانی نوشتیم. بعد ریژن هم منطقه جغرافیاییشه کجا قرار داره است. اون ریژن هم از طریق API میگیریم باز مثلا میزن آسیا جنوب شرقی آسیا، بعد تایم زون که میشه تایم محلیشه، بعد یه کالین کد و فلگ هم که میشه پرچم میشه، فقط فلگ رو به صورت HTML میگیریم چون به صورت متن که دیگه نمیخوام از پرچم استفاده کنیم، به صورت HTML میگیریم که توی سایت به ما کامل نشون بده. این از قسمت ارتباطات با کشورها که اینو از طریق اینسایت گرفته بودیم responses.com. اوکی خب حالا میریم سراغ آبواب. برای گرفتن آبواب هم دقیقاً مثل همون اطلاعات کشورها استفاده می‌کنیم، یک تابلو می‌نویسیم ایجکس می‌زنیم، اگه ارتباط ایجکس سفر نیت آمیز باشه نگاه ساکسس تو فرستاد، بعد میگیم این فانکشن رو برای ما انجام بده. بعد چیزایی که حالا من از این ایجکس واسه آب و هوا میخواستم مثلا سرعت باد بوده، نوع آب و هواش به چه شکل بوده، گرما بوده، میزان رطوبت و قابل دید بودن چی، که اینم توی این قسمت قرار میگیره برای این سرعت بادش. حالا مثلا تو ایران امروز صفره، یه ذره بریه، بعد یه دما و فکر کنم به فارین هایت میزنیم، بر رطوبت هوا هم 12 درجه. مال پایتخت میزنه، مال تهران مال نقشه مشته بشیم، میتونیم از گوگل مپ هم استفاده کنیم توی پروژمون نیکای گوگل مپ. بسه همین من اول اومدن توی اشتیمه هم بعد از اون که موقعیت جغرافیایی اون کشور رو بده مارکر هم اون علامت قرمز حالا مثلا یک کشور دیگه مثلا انتخاب کنیم، مثلا قطر کشور انتخاب شد، لود شدنش هم بستگی به صورت اینترنتتون داره، هرچی بالاتر باشه خوب سریع‌تر میشه. خب اسم کشور رو می‌نویسه، کد کشور، کد شماره تماس کشور، منطقه جغرافیاییش، پایتختش، زبانش، جمعیتش و اینم بعد توی قسمت آب و هوا هم که الان صافه، کلیر یعنی صافه، سرعتش هم سرعت بادش و درجه هواش و رطوبتش و با قابل دید بودنش
یا همشون رو به این صورت نمایش داده. خب مرسی از همه که توی من شرکت کردن. خیلی ممنون، امیدوارم مفید باشه براتون.